سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید. همونطور که میدونین گفتم دیگه، ساعت 12 شب مهمون ویژه داریم. چطوری؟ خوبی؟ بله، مهمون ویژه داریم. سلام، مهمون ویژه اومد. خوبین؟ خوبین شما؟ چطوری؟ ممنون، زنده باشید. خیلی خوش اومدید. آریانا؟ آره آریانا. بله، آریان هستم با افتخار یه ابنه ای. جون دلی جان، خیلی خوش اومدید. ممنون. میگم که قبل از اینکه صحبت کنیم میخوام ازت تشکر کنم و ممنونم که اومدید تو لایبم. خیلی رفیقی محمد باشی. آره، افتخار بزرگی برام. خب آقا بهادر، میشه خودت رو معرفی کنی برای ما و بچه ها؟ من اول به فالوورای شما، عشقای شما، بله، پارتنراتم این تو هستن نیه. بالاخره سلام میکنیم، میگیم سلام علیکم، خیلی شکریم، بهادریم دیگه، بهادر دیگه. خب میدونم همه شما رو میشناسم، ولی میخوام بیشتر شما رو بشناسیم. اسمتون بهادره، چند سالتون، از کجایی؟ من این بهمن 27 ژانویه، همین بهمنی که چند روز پیش هفته بهمن بود. بله، تولدم بود. تولدتون مبارک. قربونت. خب نگفتی من برای هدیه گذاشتم کنار. متولد 60م. 60. 60 چند میشه؟ بهمن 60. 60 میشه چند؟ سال 1982. 82، 60، الان 99، یعنی 39 سالتونه؟ بله 39. حالا ما میگیم 40، اب نداره؟ نه عالیه. بعد ترکیه زندگی میکنید؟ من آره استانبولم. من پدرم ترکیه، مادرم ایرانیه. مادرتون ایرانی، پدرتون ترکه؟ آره. بله. بعد چی کار میکنید ترکیه؟ ولی یه رگ کردم داریم، ما کردای ترکیه ایم. آه، کردای ترکیه. پس هم کردی صحبت میکنید هم ترکی؟ نه کردی نزانم، چون که بچه بودم اومدم ایران دیگه کردی یاد نگرفتم. کردی بلد نیستی. بعد آقا بهادر، شما مجردی یا متأهل؟ نه من متأهلم. متأهلی؟ از کدوم متأهل؟ از اون دست متأهلایی که آزادید یا نه؟ از اونایی که یعنی زیر آبی میرید میتونید یا نه؟ اصلا کلن تو زندگی هستید؟ نه کلن خونه و زندگیمو دوست دارم، ولی جوجه بازی هم میکنم. خب میگم چرا شما که شما رو که همیشه تو لایواتو میدم خیلی با انرژی بودید و خیلی راحت صحبت میکردید، الان خجالت میکشید از من؟ نه دارم جوابتو میدم دیگه. گفتم که جوجه بازی میکنم، میگفتم جوجه بازی میکنم، میرم اروپا این بر اون بر جوجه بازی میکنیم. جوجه یعنی چی؟ سیخ میزنیم دیگه. خب نمیدونم، یکم عامیانه صحبت کنیم. داداش آمیزش میکنیم. یعنی خب راحت باشه، این لایو آزاده. راحت گرش دریارم بذارم بسن، راحت باشم، راحت هم خب نه من میدونم شما میگی من جوجه میزنم، سیخ میزنم، من فکر میکنم که شما کباب میخورید. واسه این کامنتار هم نه جوجه کوچیکی با بچه بودیم بیوه بازی میکردیم، سمبالا دوست داشتیم بچه بودیم. الان که سنمون داره میره بالا برعکس شده، کوچیلی دوست داریم. کوچولو دوست دارید؟ چی میزنید شما؟ پسر؟ دختر؟ بیشتر فرقی نمیکنه، هر چی باشه من میزنم خوشیه باشه. آره ولی در قالب ناز باشه دیگه، در قالب بیشتر جوجه باشه، ولی شیمیل باشه، ترنس باشه، پسر کوچیلی که پسن بلوغ رسیده اینا هم یعنی دیگه 20 خورده سال بلوغ. اون تو زمانی که دیگه کوکولی موکولی زدم و دیگه تو اون داستان تو حالت عادی
همه چی میزنیم دیگه. یعنی چی؟ من متوجه نمیشم شما چی. کوکولو یعنی چی؟ کوکولو تو جیونه دلیه. اینو من بده یارم من خب نه شما میگی من کوکولو بزنم، من اصلا حرفاتون متوجه نمیشم. کوکولو یعنی چی؟ نمیشه تو اینستاگرام گفتی؟ نه راحت دماغی... من شراب دارم، شرابم همیشه میخورم میگم، مشکلی نداره. من شراب که بابا مشتی شراب خوبه. کوکولی کوکولی کوکه کوکی. خب اوکی مشکلی داره مگه؟ نه مشکلی نداره. دیشب من یه مشتری داشتم شیشه ای بود تو خونه خودم هم کسید. آه بعد جر و جرت کرد دیگه بس. ولی این مشتری که دیشب برای من اومده بود میگفت من شیشه بزنم که بیشتر حشری بشم، ولی وقتی شیشه زد کیرش خوابید. چرا؟ دیگه حسش خیلی رفته بود تو بدنش، یه مثل اورانیوم عمل کرده. خب چجوری این حالت این مواد نمیدونم آخه من جان فالوورامو قاطی شدم، اونایی که دوست دارم دارن بیرون بچه‌ها. یه دفعه پاداد اینجوری شد میدونید. ولی چی ده کجای کار بودیم شما یه بار دیگه بگو. آها چرا خوابید؟ الان وایس من کار. من الان میگم که چیز دیشب یه مشتری داشتم شیشه زده بود، بعد که اون می‌خواستیم بریم منو بکنه بعد کیرش خوابید. چرا؟ تو لایو تو اینجوری حرف میزنی نمیبندن؟ نه من راحتم، من ابنه ایم، من کون میدم، من مجوز دارم، راحت صحبت میکنم. اینستاگرام که نمیدونه تو. من از طریق اینستاگرام مجوز دارم و من دارم ماهی $1,500,000 دارم پرداخت میکنم برای لایوان. بله من $1,500,000 دارم پرداخت میکنم برای لایوام، چون من تو لایوام مشتری میگیرم. خب چون کونی هم دیگه مجوز دارم، روزی 10 تا 15 30 تا مشتری دارم و از کارم راضی ام و به خاطر اینکه این استگرام خیلی میدونم. خوب جواب میدی روزی 10-15-30 تا رو. حالا من اگه حالم بد باشه روزی 30 تا جواب میدم، اگه مثلا حالم خوب باشه روزی 100 تا 50 تا رو جواب میدم. دردم میکشی؟ من خیلی تنگم ولی چون روغن شیر ماهی استفاده میکنم دردم نمیگیره. روغن شیر ماهی چیه؟ روغن شیر ماهی من چون دریای شخصی دارم و توی دریای شخصی پرورش ماهی دارم، بعد پرورش ماهی های من شیر میدن، شیر اونا استفاده میکنم برای سوراخ کونم که مثلا وقتی که کیر میره داخلش دردی حس نکنم. الان زنیم تو هم قاطی عجب. یه چیزی ازت رو میخوام بپرسم. بفرمایید. آمیزش کردیم با جنس تشاق دار مشکل نهاریم، چیکار رو باید چوناتون تمیزه موقعی که میزنیم توش تشاقمون گویی نمیشه؟ خب چون من بهتون میخوای بهتون نشون بدم که من چی چونم. نه نشون نده داداش، بگو که داداش ما بگیم سلاخ بازنشون رو چیچی تمیز کنن. من میخوام دستگاهی، یه دستگاهی دارم که قبل از اینکه مشتری بیاد تمیز میکنم، بیارمش بهت نشون بدم. کامنتارش رو وانه میکنی بچه ها بخندن؟ من چون نمیخوام تو اذیت بشی. نه اوکی هم. اوکی من به خاطر شما بستم. من بچه های عمری باهاشون بزرگ شدم، اینا به مولا همه چیز من نمیدونن. داشی ها داشی آوردم تو به مولا اشونیدم چیزه قلمی آوردم داشت شاقدار براتون. فقط ریپورت ریپورت نکنید بذارید اش کنن. رفیقمونه با آشی. اوکی. من این دستگاه رو استفاده میکنم قبل برای سکس. فوت میکاری یا میکشه تو؟ شما اینو دستگاه رو تا حالا دیدین تو زندگیتون؟ اینا که لنز تمیز میکنه فوت میکنه اوناست؟ نه این برای کونه، این برای کونی هست. نه ندیدم. شما تا استفاده نکردین؟ نه ولی استفاده کرده هاشو دیدم خیلی تمیز بودن.
میزدم توش اصلا مربا بریز توش بخور، انقدر تمیزه. خب همونو بدونم و خودم در کیلومو میخارونم بو میکنم، گوش خودم قبه میکنه. من نمیدونم اونو که تمیزن چیه داستانش. من بخوردانیانم من از شما سوال کردم، من سوالش میشه لطفا سوال منو جواب بدین؟ تا لحظه این استفاده کردین شما؟ نه خیر. اوکی خب میخوام بهتون بگم چه جوری اینو استفاده میکنن؟ بله بفرمایید. اوکی خب این دستگاه بهش میگن، این دستگاه خب که قیمتش هم خیلی زیاده و توی دنیا یه دونه است، اونم من دارمش، اسمش هست کونشو. فقط واسه کنه تو صحبت همه گوهی موندن، فقط تو تمیزی. نه من نمیدونم، اونا خب از یه طریق دیگه تمیز میکنم، ولی من استاندارد و پزشکی تمیز میکنم. یه دونه ساخته فقط آقا دکتر، فقط بعد میتونی رو بفروشی بگی فقط یه دونه داشته اونم میگوزید صبح میرفته مطب میمونه. بله این فقط تو دنیا یه دونه است، اونم فقط دست منه، کسی دیگه از این نداره. و به خاطر اینکه چون خب من یه دستت نیست تو کیورت جان اینه آریانا خدایی خیلی کرده این. خب دارم توضیح میدم چرا میخندی؟ داش علف زدیم داریم عشق میکنیم دیگه. خب ما اوکی کلاس سر کلاس هم گلم و معلم میخندیدیم. آها اوکی پس بخندید، چون من گفتم که میخواستم اینا بهتون توضیح بدم که متوجه بشید. تو عزیزه داری بگو. آه اوکی نگاه کنید، این دستگاه بهش میگن دستگاه کنشور که از دو تا دو قطعه ساخته شده، یکی این یکی این، اسمش هم نمیدونم. خب اینو داخلش پر از آب میکنی، آب داغ داغ، اینو داخلش پر از آب داغ میکنی، بعد این درشو میبندی، این درشو میبندی و فشار میزنی تو کیون میپاچه بیرون. آره بعد اینجا اگه دقت کنید 6 تا سوراخ داره، دو تا اینجا دو تا اینجا، 8 تا سوراخ داره. بعد اینو میری میشینی تو دستشویی میکنی تا آخر تو کولت. آها خب اینو تا آخر میکنی تو کولت، بعد اینو سه بار فشار میدی، 1 2 3، هرچی آب اینجا هست میره تو کولت، بعد یه دیگه میکشی پایین، همه گوها میاد پایین. میرزه رو دست بست دیگه اینجا؟ نه رو دستان تو دستشویی نشستی. خب کثیف کاری داریه، کسی که میخواد یه کیر خوب بره تو کولش این کارا رو هم داره دیگه، درسته؟ هرکه تاوز خواهد جور اندوستان گشن. اله دیگه، کسی که یه کیر خوب میخواد، یه کیس خوب میخواد مثل بهادر، الان بهادر بیاد منو بکنه، من از صبح تا شب فقط اینو میکنم تو کونم که دیگه کونم تمیز باشه، چون یه کیر خوب میخواد بیاد منو بکنه. حلال حسون، حلال حسون، کاش بودیم و میدیدیم کبوتر نیستی. کدوم شهری شما؟ من میخوام بیام ترکیه بعد کرونا، بعد کرونا میخوام بیام ترکیه. خب ولی خیلی دوست دارم که بیام با شما سکس کنم، به شما کون بدم، ولی خانومتون رو چیکار کنم؟ مشکلی ندارم. یعنی چی مشکلی نداره؟ مشکلی نداریم. خب یعنی مثلا خانومتون اجازه میده منو بکنید؟ بله منظر فقط برای آمیزش میذاره. آه بعد شاید مثلا با من راحت تر باشه بگی چون این پسره، اتفاقا تو اونجوری بهتره. با جنس مهندس کامل مشکل داره دیگه، میترسه. آره بس من یکی دارم. ها یعنی مثلا الان فکر کنم که مثلا خانومتون با منم مشکل نداشته باشه چون من پسرم، میگه برو عیب نداره، ولی با خانوم نرو، درسته؟ نه با اونم میذاره، اونو خیلی سالی یکی دو بار خارج. یکی دو بار. خب حالا یه سوالی دارم، کیرتون چند سال؟ در حد همین بشست بونم. کیرتون چند سال؟ بابا من فالوورام دو میری چند سانته؟ چجوری وقتی که شما میگیم من دارم میرم کسکون میکنم؟ یه لحظه ببخشید خانم، یه لحظه. چجوری شما چجوری جلو فالووراتون میگید من میرم کس و کون میکنم؟ خانومم مشکل نداره. من وقتی که کلمه نگفتم، واقعیت رو گفتم، گفتم میرم یه خب. چه فرقی داره؟ واقعیت اینه که شما میرید میخواید منو بکنید، من چیه؟ من کونم دیگه. شما یه انسانی که کون داری. خب دیگه من الان که من میخواد تو میخواید منو بکنی، من کونم دیگه، من که نمیتونم بگم
تو داری مثلا یه چیز دیگه میکنی، من میگم خب تو داری منو میکنی، من کونم. اگه کس داشتم میگفتم کس میکنی، اگه کون دارم میگم کون میکنی. حالا من از شما سوال کردم، کیرتون چند سانته؟ جلال خاله ولکو نلایی و اومدی ما هم در باره موضوع چی جوری شمایی که اینقدر خودتو خفن میگیری که من اینجوری هم اینجوری هم برای سوالای من موندی جواب بدید؟ والا به هیکل و بهادر نمیخوره اینجوری باشه. چجوری باشه؟ یعنی بچه شما میخوام بگید به بهادر خواجه هست، یعنی کیر نداره؟ ندارم دیگه. خب بگو الان، یعنی خیلی برای سخته بگی چند سانت داری؟ سانتشو نمیدونم، باور کن. خب نه مثلا با دست، مثلا با دست کوچیکه یا بزرگه؟ نرمال کلوفته. نرمال کلوفته. مثلا تو رو خدا من خیلی کنجکاو شدم آقا بهادر، چقدر مثلا میشه داره. اینو بهت بگم پرسینگ داره علی. کجاش پرسینگ داره؟ تقاطع کلاش و بدنش زیر گردنش. خب بعد اون که خب اونجا من که خیلی تنگم، چجوری میخوای بکنی توش؟ بعضی موقع در میارم، الان که دیگه خیلی وقت در رو آوردم دیگه متعه شدم. خب مجرد بودم این تونتونش هم و پرسینگش عوض کنم. بعد خب بعضی موقع سرتیز مینداختم این گرده میره تو، حال میده حال میده تو. آره من یه سوال دیگه دارم. نه واسه تمومش کنم که سوالتو بگم دیگه. بعد با خب من خیلی از شما سوال دارم. سرتیز مینداختم دو سرشو، میرفت اون تو سامورایی میزد بغل بغلا رو جر میداد. یار متوجه نمیشه. من از شما خیلی سوال دارم، مشکلی نیست؟ نه تا حدی کمی قسمتی ابریه. اوکی الان من اومدم ترکیه و اومدم خونه شما، الان لحظه بود با من چی کار میکنید؟ سلام علیکم میکنیم، میشینیم با هم. خب لحظه ورود کرد نمیدونم دوستایی تا ورود کردید خفتت کنم. نه دارم از شما سوال میکنم، شما بگید. دوست دارم خفتت کنم. چجوری خفتم کنی؟ سه کلت رو گیرم بخوابونم، سرت رو بذارم رو تق، داگ استایل بذارم نره بزنی نفره. یعنی این فیتیشت اینه؟ فیتیش من که اصلا پاه با جوراب. یعنی پا و جوراب، یعنی پا لیس میزنی؟ اوف میزنم آره. ولی پا خوب دیگه، با کفش حتما باید داشته باشه. خب من دو تا جوراب خوشگل سفید دارم تا اینجایی که تا زانوه. خوبه؟ واقعیت رو بگم؟ بگو. پاد لاغره حاجی، حال نمیده. خب من باربی نه دیگه، من باربی دوست ندارم دیگه اونجوری. با پاد حال نمی کنم زیاد، میزنم ولی بخوام اونجوری فیچیش پامو رو پات پیاده کنم شرمنده. اون پای دیرم پاهاتو دیگه تو چیزا، مدل پایی که من دوست دارم خیلی باربی قلمی و استخونی دوست دارم. من دوست دارم موج داشته باشه دیگه، ساق پا پشتش توپلی داشته باشه، میاد بالا روم پنشه که بالای جوراب که کش پن داره پنشه. تو اوکی من الان یه لحظه پامو بهت نشون میدم ببین خوشت میاد یا نه. چش بفرمایید. من داشاقت سری زد تو صورتم. وایس ببینم بغل نیمرخ خوبه داره چیز میز داره. نه خوبه کوچیل قلمی خوبه. جلو چطوره؟ کماندویه دیگه، استتار کردی دیگه. خوبه خوشت اومد؟ خوبه از اونجا که چست اومد. خب بیا نگاه، به خاطر تو هم کونم رو نشون دادم. چی شد الان پسندیدی؟ گفتم که میزنم.
خب میزنی. بعد میخوام قلمی. قلمی. بعد تو تازه باربی کردی؟ باربی؟ آره. آره من همه مدل زدم، من چه ایران چه ترکیه. بعد من جلو در کلاب 10 سال بنسر بودم، خب دیگه همه ملیت های همه دنیا از جلو در کلابی که بایی میستادم رد میشدن دیگه. بلد. همه جوره زدم. خب شیمیل زیاد زدم، خیلی دوست دارم شیمیل های خوب. چرا شیمیل دوست داری؟ که کیرشونو بگیری؟ آره دیگه سوال میده، چون شیمیل ها کیر دارن. جالبه دیگه، بالاخره برامدگی خیلی تمیزتر از تو رفتگیه. آه یعنی منظوری که وقتی میکنیشون با کیراشونو بگیرید جهبه. الان همه شو کنم فالووره شما، فالووره من کسی اینجا نباشه. نه نمیدونم، بچه ها همه هستن دیگه. خب حالا بگید دیگه چی الان شما شیمیل میدونید؟ بچه ها بذار سوال کنن. خب من مهمونم، بچه ها من تو این لایو مهمونم و صابخونه هر چی بگه من در وست غلامشم، حتی بخواد آمیزشم کنه دیگه. بچه این لایو لایو آموزنده است و ما داریم واقعیت های دنیا رو میگیم، چیز بدی نگفتیم. ما در مورد سکس داریم صحبت میکنیم، میخوام تجربه این آقایی که آمیزش آمیزش آره آموزش داریم اینجا. من فهم میخوام، خیلی برام جالبه، خیلی یکی از آرزوام اینه که برای این آقا ساک بزنم. دوست داری آبتو بخورم جان؟ دوست داری آبتو بخورم؟ بابا چم رو صورت داره بعد بخور. باشه رو صورتم. بعد این که جانه و حاضر. چرا؟ اصلا راه نهره دیگه. خب ما اصلا الان بیا در مورد چی صحبت کنیم که شما دوست داریم؟ حالا زیاد نریم تو داستانه اینجوری. حالا خب اینا شما مجازی نی، اینا جاش کی گفته؟ من الان یه کون بین المللی ام، من الان تو کل دنیا منو میشناسم، من با افتخار کون میدم. شما تعریف کن، منو ول کن، من تشویقت میکنم، اومدی پیشم هم میکنم کمال میل میزنم جوری که عشق کنی. خب اوکی من... پس من اوکی یه سوال دیگه ازت میپرسم، بعد تو از من سوال بپرس. اوکی میخوری یه قورت میدی و اینا رو بذار بعدا. حالا چی میزنی؟ اینو من بگو چی مصرف؟ من بهت میگم، من فکر میکردم که شما خیلی تو همش تو لایوات میگی من خیلی پررویم توی کلیپات. من گفتم خیلی شاید شاید من جلو شما مثلا از سوالاتون کم بیارم، ولی فکر میکنم تو گفتم تو لایوات گفتم سواله دوست دارم گفتم، ولی دیگه چند قطره است و نمیدونم چند سانته و اینا حالا باز چیز دیگه چیز بدیه به نظرتون؟ چیزی که مثلا خدا به من یک کیر داده مثلا مگه بده بگم چند سانته؟ نه. خب پس چرا؟ من خدا به من کون داده، خب مگه کون داده برای دادن دیگه، میرم میدم دیگه. حالا باید حتما نگم؟ چرا نگم؟ میگم من دارم با افتخار کون میدم، من دارم به جامعه خدمت میکنم. 100%. آره دیگه من دارم دل هزار تا جغیر رو شاد میکنم، چرا نگم؟ باید یکی تو این دنیا پیدا بشه و با افتخار کون بده و مردم بفهمن که کون دادن خوبه. خوبه شما به عنوان یک کیر باید افتخار کنی که کیر هستی و بعد بگی با افتخار. ما میگیم کیر، اسمش کیره. شما به عنوان یک آقای کیری، من به عنوان دایشا، من به عنوان دایشا من شرابمو بخورم. میشه جونه شما از من سوال بپرس، من دیگه از شما سوال نمیپرسم. این شاداره کول شراب خور نمیده. آره شما از من سوال بپرس. سوال ازت کنم، کی فهمیدی دوست داری از ما باسمه اشکانی آمیزش کنی حال میده بهت؟ یا اولین بار ناچاری دادی
اولین بار با عشق داری یا با ناچاری داری یا خفتی؟ من اولین، همه بچه ها میدونم من اولین بار اولین سکسم توی 9 سالگی توی گاوداری همسایم. 9 سالت بود خود... مورد تجاوز قرار گرفتی به زوری پس؟ نه 9 سالم بود رفتم در خونه همسایم گاوداری داشتن، به پسره گفتم که بریم تو گاوداری ها میخوام مرغ و گوسفندتون رو ببینم. اونجا که رفتم منم لخ کردم گفتم بکن من. اوه کوچیلیگی دوست داشتی بس. بله من از وقتی که به دنیا اومدم عاشق کیر بودم. ما خانوادگی ابنه‌ای هستیم. زدن رو دوست کردن رو دوست دارید؟ کردن رو نه، ما قوی زاده هستیم. من پدرم داداشم پدر بزرگم یعنی از داشتاقه دوست نداری؟ هیچ وقت دوست نداری با یه جاندار آمیزش کنی؟ به یه شرطی. آه تو به من میدی؟ نه. و چرا سوال میکنی؟ آه دارم دوست نداری بکنی آه؟ من دوست دارم بکنم، دوست دارم تو رو بکنم. میشه به من یک کون بدی؟ خب داداش من نه، این هم هستن برو اونا. من دارم میگم تو دوست انسانی هستی که دوست داری حالا به همه میدی بیه اینه یه نفرم بکنی؟ دوست دارم یه نفر تو رو بکنم، میشه به من یک کون بدی؟ یه جوجه کوچیلی نیست اما این چیزی خب مگه تو خاطر تو میگی خودتون دارین سوال میکنید آریان جون تو کون میکنی؟ میگم من دوست دارم شما رو بکنم، میشه به من بگی؟ من نه نمیدم. نه نمیدی؟ پس من کی رو بکنم؟ داش اونایی که میام پیشت. میشه یکی رو مثل خودت پیدا کنیم همجوری هیکلی کون گنده سفید خوشگل بکنم توش؟ میذاریم بد هستن خب زیاد هن سیسه منم دوست دارم خب دارم از شما سلام کنم، میشه یکی برام پیدا کنید مثل خودت خوشگل؟ آقا اگه اینجا که هست پیدا میشه. نه من دارم از شما سلام از من گیایی دیدم از من پشمالوتر دو سه برابر هیکل من اینجوری هن. خیلی از بالاخره آدم های گاره مشکلی هره زیاده هم باید سیسه تو سی آره پیدا میشه. چرا قلمی هم دوست دارن؟ نه من نگفتم پیدا میشه، دارم سوالم رو دوباره میشه یکی برام پیدا کنی مثل خودت خوشگل همجوری بود کونگونده سفید سوراخش تنگ باشه بزنم توش؟ میگه چونده پر روه واقعا کنده پر روی من سوال میکنم دیگه چیزی بدی نگفتم، سوال کردم شما پرسیدی آریان کون میکنی گفتم آره به شرطی که یکی خودم سراغ ندارم فداشم مثل خودم سراغ ندارم ولی مدل های دیگه سراغ دارم. خب پس اگه مثل خودت سراغ نداری دیگه مجبوری خودت به این کون بدی. ناز باشی چش حتما خونت کجاست؟ بیام من سیارم آدرس بده درم باز کن اومدم بکشم دکونمون معلومه لوکیشن داره چش چرا که نه من باعث افتخارم هم بهت کون بدم هم بهت هم بکنمت هر دو جوره عاشقتم. حالا ببینیم موقعیت چجوره. تو بیا حالا خب تو بیا کوچیلی حالا وای من امروز خیلی خوشحالم هر باید دستشی بکن تازه من سیگارم میکشه بیا نشونت بدم. چشم بعد نظرت در مورد مکلاف چیه؟ چی؟ نظرت در مورد مکلاف چیه؟ مکلاف عشقش رو فهمیدم میکلاوه یا مکلاوه؟ مکلاف یعنی این که مثلا عشق نظرت در مورد عشق بازی قبل از سکس چیه؟ همون پا هست دیگه واسه من دیگه پا هست عشق بازی با پا. نه منظورت که لب بگیری بوسم کنی گردنم رو بخوری اینا با شما با خودت مکلاف؟
با من نظر دمون نه فقط داگ استایل. خب چرا زشتم؟ سعی میکنم اونایی که آلت دارن و فقط داگ استایل بزنم دیگه. خب ولی من یک انسانم، احساس دارم. خب داری حال میکنی مشی دیگه. با خب من تو رو دوست دارم، دوست دارم که به من عشق بدی، نه فقط کیر. روزی 24 30 نفر الان یه دونه به ما گیر دادی مشی. خب اونا فرق میکنن، من در مورد شما دارم صحبت میکنم. من الان موقع عشق بازی نیم، من متعلم قصد ازدواجم نهارم. نه عشق بازی، نه اینکه بیاین منو بگیرید، نه منم قصد ازدواج ندارم. یعنی همون یک ساعتی که میخواین منو بکنید مثلا دوستا من میخوام قیافه واقعی ببینمت. قیافه لب و لوب بازی که من اصلا کلا نمیکنم. خب کلا لب بازی بدت میاد. دوست دارم جوراب شیشه‌ای از این جوراب شلواری ها یا تایتی چیزی پوشیده باشه که مونو ببوسم، پاوانو ببوسم و الهی از تو مده. خب من با پا اینا ارضا نمیشم، اصلا هیچ حسی به پا ندارم. میگی پامو بذار. من میخوام اشونم، من نمیخوام به تو حال بدم که نمیتونی. خب نیستیم نکنیم با هم، میریم یکی پیدا میکنیم که من میخوام حال کنم. من تو یه موقعیت هم که من میخوام حال کنم، نمیخوام یارو حال کنه. بس خلاص. مگه شما چقدر خودخواهی؟ من خودم پول گرفتم داش بهادرم، یا مایه میدم یا یارو بهش خودم میاد باش حال با من حال میکنه. خب شما چقدر خودخواهی؟ من چی پس؟ منم میخوام با شما حال کنم. الان خودتو داری مستقیم میگی؟ من خودم رو دارم میگم. من میخوام با شما حال کنم. پس من میگیم اصلا هم حال نمی کنیم داش. چرا؟ با حضوری که نیه رفیقیم نیه، حتما رفیقه نباید با هم آمیزش شدن که. خب الان تو گفتی بیا ترکیه میکنم. خب گفتم باید همین کارو میکنم. اشوازی باید نمی کنم که الان میرم از پشت به مولا میچستونم صورتت رو تخت میزنم از پشت اینجوری اشکانی. اگه میخوایی مدلی نه جوریه ای نمی کنم. آه یعنی بوسم نمی کنم لب دریا منظرم میبری بشد دار. یعنی بوسم نمی کنی، گردنم رو نمی خوری، لب نمی گیری؟ نه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مثلا پسرم یا به خاطر اینکه زشتم یا چی؟ دلیلش چیه؟ نه واسه سن واقعیت خیلی کوچیلی باشه. خب بعدشم قیافه واقعیت هم باید ببینم دیگه کلن دیگه. خب من 18 سالم، از 18 سال کوچیکتر دیگه چی میخوای؟ 18 سالته؟ بله من 18 سالم، من کلا 50 کیلو هم، 18 سالمه، 1.78 هم قدمه، خیلی باربی، کمرم سفید. کمرم سفید؟ آره یه دونه مو تو بدنم نیست. من باربیم، برای دیگه آره لباس خوشگل میپوشم، بعد کمرم هم بازم میگیرم، از جیبم گازم میگیرم. آره کونم هم بخوری. بعد یه سوال، آره یه سوال دیگه. سری خوردن نگاه گازماز چکمک اینجوری. بعد میگم که تو مثلا اینجوری میزنی منو، بعد من ظریفم، نکنه زیر دست پای تو بشکنم. نه من چهار انگوشتی میزنم اینجوری، ولی اینجوری هم میگم یه میدیشی مثلا چیز نشوی دیفی مثلا منو بزنی له کنی زیر دست پای به خاطر یه کیر بمیرم. یه اگه داشته خواهد جوره مشتلیت هم باید بکشم نیه. نفهم اوکی مشکل نیست. یه سوال دیگه از شما دارم. بعد اینکه شما برای قبل از سکس، برای اینکه مثلا نرمال که مثلا بخواین هیچی استفاده نکنید، نه قرصی بخورید نه هیچی، چقدر طول میکشه تا ارضا بشید؟ نرمال که زود ارضا میشه انسان دیگه. من چقدر؟ آقا بستگی داره به طرف مقابل دیگه. بعضی موقع انقدر یارو خوبه و تو اصلا خیلی موقعیت های مختلف داره. بعضی موقع یارو اصلا انقدر به درد نخوره. این چیزا رو هم تجربه کردیم از بچگی. بله میگاری تو تازه میخوابه اون تو، تازه حال نمی کنی باش. میدی چی به دیگه اصلا بچه بودیم این چیزا رو هم تجربه کردیم. بعضی موقع هم جوجه لامصب
انقدر تو رو سنگت میکنه در کشمکش فرو کردن تو از موقع ارضا میشی، میدونی؟ او پس من این مشکل دارم، چون هر کی منو میکنه آبش زود میاد. تو چه مشکلی داری؟ مشکلی که خوب یعنی؟ آره چون خیلی خوبم، هر کی میاد منو میکنه تا میکنه توش آبش میاد. من دوست ندارم، من دوست دارم خب لذت و کی رو بکشم، یعنی دوست دارم با اینجه حس... دیگه نگو گفتم دیگه، دیگه اونقدر لذت و تو جان و آدار خیلی خب اوکی. آره اونو میخوام اون داشت آقا حس کنم تو وجودم. آره گله یاله آره اون داشتاق شما رو میخوام تو کونم حس کنم، ولی تو میگی تا من بکنم تو کونه آبت اومده، چه فایده؟ میگم موقعیت ها خیلی موقعیت ها، حالا بعضی موقع هم میره تای اول، اصلا با خیلی داستان رو فرق میکنه، باید به نسبت به موقعیت رو اینجوری جزا باشی. آره بعد چیز حالا اگه بخوای چیزی استفاده کنی چقدر مثلا الان چی استفاده میکنی برای سکس که مثلا آب دیر بیاد، چه خوب باشه چه بد باشه؟ هیچی من فهم دارم. علف چی کار میکنه؟ آب تو دیر میاره؟ هر موقع بخوام میاره. هر وقت دست خودته پس؟ آره آره. بعد اگه بخوای با من باشی دوست داری آب زود بیاد یا دیر بیاد؟ باید ببینم یه روز. یه دون از این از این چیزا هم میدی؟ از این دایرکت چت هم میدی؟ آره چونه که نه، بعد لایف میام بیا سوراخمو نشون میدم ببین چجوریه. میخوای جنگ بزنی؟ راست میگم میگه من خونم بهترین اینترنت رو داره، خب بعد تلویزیونم 60 خورده‌ای این چه؟ آره بعد 4K میتونم آره. بذارم 4K بذارم هم چت لایف کنم هم جوجه. برای چی با داخل بیام ببخشید جغ بزنم آخه؟ من سوال کردم توهین نکردم، شما گفتی سکس چت میکنم. ببینم خودم آمادگی بدم ببینم تو چه شرایطی هستی، یه روز اومدی تشریف آوردی ترکیه یا یه جایی دنیا دور از ایران دیدمت، آمادگی داشته باشم که قراره با تو چه حرکتی داشته باشم. بعد اصلا اون آقا نه اصلا اینم بحث این نبود، گفتم اصلا شما بیزینس که میکنی بیزینس پولی هم میکنی دیگه، درسته دیگه؟ نه بله من رایگان که کون نمیدم، من قیمت هم هجومیه. من از منم بخوای پول بگیری؟ از شما فقط کیر میگیرم. چیونه دلی نمیدیم منم تبلیغ میذارم. آره فقط باید یه غذای خوشمزه تو رستوران بخورم، بعدش اول میام رستوران یه غذای خوشمزه میخورم، بعدش هم میریم بعد از غذا. آره بعد غذا این دستکام هم میارم که غذا خوردم میرم تمیزش کنم کونمو که دیگه خوب بزنی دیگه تیچی هم بیرم جلو من نه این کار رو بکنی، قبلش تمیز تمیز کن. خب آقا جلو تو تمیز نمی کنم، میرم تو همون تمیز می کنم بعد قشنگ تمیز کنم. بعد با اون دستا میخوای گردم من خب که این تو بعد یه سال دیگه گل گل مریم هست بلنداز روز مریم اونو بکن خب یا از این دستش باید بری حموم دوش باید بری حموم این کار انجام بدی، قبلش باید دوش بگیری زیر حموم میشه بزنی. بله حتما این کارو میکنم. و آقای بهادر عزیز شما دوست داری با عشقم شما دوست داری منو با کاندوم بکنی یا بدون کاندوم؟ یا آف کورس کاندومز با کاندوم. خب بعد اوکی دوست داری من همه رو من با همه رو اصلا دوست ندارم من زیاد تو سلاخ بزنم، میدونی من اصلا جمال بازم میشه میدونی. خب بعد اینکه بله و اینکه چیز دوست داری زمانی که مثلا آبت میخواد بیاد تو کاندوم بریزی یا مثلا یه دفعه در بیاری کاندوم در بیاری کمرم یا رو صورتم؟
فونت زیاد منو کشته. نه سوال دیگه، من باید اینا رو بپرسم دیگه. شما میخواید خونه من ببینید داره. یکی که مثلا آخه من الان بیام اینجا موشکافی برات بکنم بحثش میکشه واسه. نه همینو بگید دیگه، سوال نمیپرسم. رو صورت خیلی دوست دارم با این جای سینه، ولی شما سینه نداری. خب میریزی رو صورت هم. چرا نمیری برو یه دوتا سینه هم بذار، عالی میشی. به یه شرطی سینه میذارم. بگو. قبول میکنی؟ قبول میکنی که نه اصلا نه که قبول میکنی. شما به من میگی برو سینه بذار، من میرم برای شما سینه میذارم به شرطی که یک کاری هم که من میگم تا هم انجام بدی. حتما بازم بهت کون بدم. بله گیر داری یا نه نزار ندادش همینجوری عالی چکی جا خودتی. اگه میخوای من آره برای من کاری نداره، من که پول دارم مشکل ندارم. به خاطر تو که لذت ببری آبتو بریزی رو سینم، میرم دو تا سینه 65 میذارم. ولی تو هم باید یه کاری بکنی، تو هم باید من یه پول بکنی. خودت هم جذاب‌تر میشه خیلی باله. من اینجوری اوکی هم، ولی برای تو میرم سینه میذارم. برای من که نفر چپ، من یه بار غلط کردم واسه یه نفر یه کاری کردم واسه ما یه کاری کرد توی زندگی خانواده یونه رفتیم. من نیه واسه کسی کاری نمی کنم و کسی نمیخوام واسه من کاری کنه. ما هر چی خوش اومد و پیش اومد همون دم غنیمته عزیز دلی. بهادر تا حالا تو این 40 سال کسی به وقتی که مثلا 20 سالت بود 18 19 بودی تا حالا کسی بهت پیشنهاد داده بود که بکنته؟ او تا دلت بخواد. چی شد؟ خب بچه بودیم، این فیس و عزیزم بچه بودیم، کوچیلی بودیم، خوشیل بودیم، ولی پررو بودیم. اینم بهت بگم هرچه راه میرفتیم این تو میرید آدم بادم و تو میرید فکر میکردم ما این بچه چاقالی باقالی هایی میوانن سمتمون، ما هم وسط خیابون عربده کشی دعوا معوا. ولی همیشه همین بود دیگه. من مثلا تو میرفتم مدرسه باشی شخصی ها سوار میشردن چون کشا تا دارم عرصه باید میگو کچیلی دست مینداخت یه دفعه رو پای من، منم هم پشت رو میزدم جر و جر در و تازه بعضی موقع ضبط ماشینشون و کیفیفشون هم میزدم در میرفتم. در میرفتی؟ خب اصلا خیلی پیشنهاد داشتی چون خب خوشگل بودی سفید و گور و هیچ کدومشو قبول نکردی؟ نه واسه چه قبول کنم، دوست ندارم. دوست نداری؟ حتی مثلا شده با دوستت مثلا دوتا پسر بودین تو خونه تنها بودین شب مثلا با هم 50-50 لاپایی بزنید؟ 50-50 لاپایی؟ آره دیگه سآله. نه ما فقط تنها رابطه پسر و پسر همون دوران راهنمایی بود. اما هم دیگه رو از وانگوش میکردیم دیگه تو مدرسه روبره شده بود دوران بچه های دوره 60 از زیر میزشون کش اون میکرد ما میکردیم این داستان ها دیگه فقط هم این داری ند. ولی تا حالا اصلا تو این 40 سال برات پیش نیومده که مثلا با دو تا پر مثلا با دو تا دوستاتون اینا توی خونه این شب هستین خوابیدین مثلا؟ خب نیاز دیگه 50-50 بزنید بکنم از آنها فرشید فرشی. نه؟ اصلا ما مصطفى آدیداس با همونیم. آره یا نه؟ سلامتی داشته باش. من گفتم داره جنس لطیف. من خب مثلا اینا که الان تو اینستاگرام هستن پسرهای 19-22 ساله اینا هستن خوشگلن، لباشون رو پروتست کردن، شبیه آلتا شدن. خب اونا خوبن. خب نه خب از تالا نکردی، من اینو رو هم میخوام بدونم کردی یا نه؟ نکردی. بعد اینکه آخرین باری که جغ زدی که همین چند روز پیشه. چند روز پیش؟ دیروز پریروز. چجوری جغ زدی؟ تا
تو خواب. تو خواب، تو تختت یا تو حموم؟ نه جنوب شدم. آ یعنی خب اون که جغ نمیشه. خواستم شوخی کنم ولی نه. زدی یا نه؟ میشم گرگاهی تو خواب اینجوری میشم من. خب الان از سن شما گذشته که تو خواب جنوب شی. چرا؟ من اسم با آره بله سنی از سن 15 تا 20 آدم تو خواب جنوب میشه، بعد 20 جنوب نمیشه. چرا؟ این قانونه. اوه ماشی جان من میشم. ها میشی شما. خب پس یعنی الان خب آخرین باری که جغ زدین کی بود؟ نزدم. نزدی. خب مگه میشه یه مرد جغ نزنه؟ دیگه خدا رو شکر هستن که برامون بزنن. نه اصلا بحث اون نیست که یکی هست، ولی جغ یه چیزیه که اصلا تو رو هر روز هم کنارت کسکون باشه ولی تو دوست داری بزنی. اون الان داستانش باری که الله اینو گفتی. آره بعضی موقع دوست داری ببینی و بزنی. خب آره حالا اون الان دیگه شرایط الان تو خونه ما بالاخره یه سری چیز سیکرته. خب یه تاریخی به من بده، بگو یک سال پیش، شیش ماه پیش، دو ماه پیش. بازه چی میگه این؟ بفهمه سوال چی بود؟ گفتم یه تاریخی به من بده که آخرین باری که جغ زدی کی بود. رو درای بودم، تاریخ مال مسافرت قبله. با بری کن حالا دیگه. یعنی خیلی سخته بدی تاریخ رو من بدی. یه تاریخ بده تا من برم سال بعدی. همین مسافرت قبل اوایل کرونا بودی، اروپا بودی. خب چند وقت؟ من نمیدونم کرونا الان 10 سال کرونا است. کی بود؟ 6 ماه یک سال بابا جون. یک تا آخرین دمی که زد یک سال پیش بود. آره. آره. خب بعد اینکه چه جوری زدی جم؟ بعد چند سری آمیزش اروپا رو درایی بودیم. آره متوجه بگیر دیگه. بله خب دیگه من چجوری جم زدم. خب بعد اینکه چند بار آمیزش میکنی دیگه چی داشتاقت روی بلند میشه دیگه، پا نمیشه. ولی خوب. دلت بازم چی آمیزش میخواد. بله بعد رون حساب جوجه ها رو تخت بودن. مجبور بودی دیگه کله آخر رو فقط همون جوری نگاه کنی و بزنی با دست بزنی. آه یعنی فیلم نگاه نکردی؟ نه. بعد مثلا اون جوجه ها دختر ها روی تخت برای تو اشوه می اومدن جلو و عقب رو نشون می دادن تو جغ می زدی. بابا ول کن دیگه الان کجا رو نشون می دادن گیر داری بابا. آریانا لایو خیلی خوبی بود، دمت هم گرم، مرسی. جواد سوال یعنی چی؟ خب من دارم باید شما سوال بپرس من خفه می شم. بفهمید اصلا سوال من جواب نمی دید. شما شما از من سوال بپرس. من هرچی میپرسم جواب نمیده این خانم. همه رو من جواب دادم آخه. تو دیگه عقب جلوش هم داری میگی کجاش رنگ داره. ول کن دیگه. تو از من بپرس بلش. من خفه میشم. بابا دور از این حرفا چی باشی؟ شما بپرس. میگن نه نه رو. همه میگن نه نه رو. بشی. و من دوستش دارم نمیره بچه. تو از من سوال بپرس. تو که سوال من جواب نمیدی. من همه سوالات جواب دادم. خب بگو تو از من بپرس سوال. چی بگم بهت؟ دیگه تو هم گفتی دیگه آمان شهرتو پرسیدم که سکرته ها. من شهرم میام، من سیارم، یعنی هر جا که مشتری باشه میرم. تو شما ترکیه ای، من میام ترکیه. آقا یکی آمریکاست میرم آمریکا، یکی اروپاست میرم، یکی ایران میرم ایران. چون خب من چون یک کسی هم که کون میدم، خب امنیت جانی میخوام دیگه. نمیتونم دقیقا بگم کجا، به خاطر همین هر جا مشتری باشه میرم، پولیشو میگیرم میرم. ایوه
که اینطور. بعد 18 سالت هم بود؟ بله من 18 سالمه و همیشه خوراکم شراب قرمزه با خاویار میخورم. یکم از خودم بگم نه؟ آره. اوکی، من آریان هستم، 18 سالمه، با افتخار کود میدم و توی زندگی عاشق کیر هستم و هر روز مشتری میگیرم، خوراکم شراب قرمزه با خاویار. قیمت چنده؟ قیمت، وای چه چیز خوبی گفتی، مرسی. اولا هر کسی که از پیج شما بیاد رایگانه، این که هیچی، هر کی توی دایرکت بگه از پیج بهادر اومدم 100% رایگانه، چون افتخار نمیدونم توی لایو. آره هر کی از پیج خب دوستان عزیز، هر کسی از پیج آقا بهادر عزیز توی دایرکت بگه من از پیج بهادر اومدم رایگان، بهش کود میدم. رایگان رای 100% رایگان، چون من میدونم تا چند کله شب تا صبح. یه روزی که طالب شه بخواد بیاد اون موقع دیگه پولو میگیری. بعد اون که یک بار اومد که منو رایگان کرد، بار اول هر کی از سمت پیج من بره الان میخوام تبلیغ تو استوری هم بذارم واسش. کله اول مجانیه، مهمون من به مولا. بله هر کی از پیج شما بیاد رایگانه، این در یک بار بهش میدی. بله شراب هست. آره این شراب بهش میدم بخوره، خوب مست بشه، داشتاقش بلند شه، بکنه توش دیگه. خب پس اجازه بدین یکم من از خودم بگم که بچه ها با من آشنا بشن. باش چشم. بله همجور که گفتم دوستان عزیز، آریان عارفی هستم، 18 سالمه، با افتخار اوبنهی هستم، کون میدم، کارم اینه، توی این استال لایف میذارم، مشتری میگیرم، میرم خونشون کونم رو میدم، پولم رو میگیرم، کل زندگیم از تو کونم میچرخه، یعنی با دادنه، یعنی بیزنس هم همین دادنه. و خوشحال میشم که شما مشتری من بشید و منو بکنید، به پول بدید. و دیگه چیان، یه قصر دارم، یه قصر بزرگ توش که زندگی میکنم، یه بنز 2041 دارم، یه آیفون 20 دارم، یه 5-6 همینا، فعلا اینا رو دارم، یه دریای شخصی دارم، یه کشور شخصی دارم، یک جت شخصی دارم، یه چند تا فرودگاه تو کشورهای مختلف دارم. آره فعلا اینا رو دارم. خدا زیادش کنه، زنده باشید. شما نیاز داشتید بگی برید به شما بدم. از این مال انبال یه کون کونم اون که دیگه، اون که با افتخار بدونید، اون که اصلا مال شماست، شما نکنی چی بکنه. چیزی دیگه اگه لازم داری بگونم بهت بدم. پولم که اگه بدی که 200,000 لیر میخوام. 200,000 لیر؟ آره. من 500,000 لیر بهت میدم. 200,000 لیر الان لازم دارم، کرونا وا شد. یکی دو ماری گشت بهت میدم، بر میگردونم. من هدیه که بدم بر نمیگیرم از در مال خود. 200,000 لیر میکنه بودم چقدر؟ 600 میلیون 700 800 میلیون. من 1 میلیارد بهت میدم هدیه. چه حالا شبیم فکرهای بچه یا بود یه دم دوستشم خیلی چیزا داشته باشیم، یاری یکی میومد یا میگفتیم یکی پیدا کنیم پول توش بشه. خب کی میزنی اینو به حسابم؟ من 1 میلیارد بهت میدم ولی یه شرطی دارم. حتما کن بدم. چرا خودت میدونی من چی میخوام؟ کی داری به اون ندادم؟ یعنی به نظر تو من اگه بخوام قیمت بذارم اینجوری یعنی طالب داره؟ من 1 میلیارد بهت میدم، فقط یک بار بده، یه بار بذار کونت بذارم. یه میلیارد
زایده چقدره؟ آره من 1 میلیارد به حسابت. چقدر چقدره؟ ببینم بابا یه کله 1 میلیارد فدا سر 40 سالمونه بابا. روی مدل داشتاقم 23 سانت. اصلا نمیدونم اصلا ارتفاعش هم نیست، اصلا من نمیدم داشت. نه لاپایی میزنم. لاپایی میدم. آره یه میلیارد نامرده نده لاپایی بزن. آره بعد از سرت لاپایی بزن. آره چون من تا خب چون من میدونم که کیرم بزرگه خود داخل تو بره تو میمیری. حالا زیاد لاتیش نکن، مال ما لاتیتر پرلوتره، ولی ما این کار رو نمی کنیم. ولی 1 میلیارد یه لاپایی بعد از سر قراره. جون من اصلا به خود من آره 2 میلیارد هم میدم. پولو کی میزنی؟ پولو کی میزنی؟ من جلو همه افتم قوی کی بابا. خب منم گفتم به نظر شما مثلا کی مثلا پروازا باز میشه من بیام استانبول؟ باید پولو اون موقع بزنی؟ خب یعنی میام میکنم نداری؟ خب نه میام میکنم پولتو بهت میدم. نه من قبلش میگیرم یادم از اوناش هم میگن قبلش میگیرم. آره خب من یه بیزنسمنم، من الان 20 ساله دارم کون میدم. خب من به چی چیز میدم؟ من مدلم اینجوریه، من قبلش میگیرم، میزنی به حسابم بعد میای پیشم. خب پس یه شرطی داره. خب من 500 هزار تاشو اول میزنم به حسابت. خب 500 هزار تاش هم موقعی که کردمت میزنم به حسابت. قبوله؟ قبوله. خب حالا شرطم چیه؟ قبل از اینکه 500 هزار تاش کردم همین بود دیگه. نمودی باره بابا مولا تا کیونمون نظری ولکن نیستی دانگارا. گوش کن اون 500 تایی که اول میزنم میام توی دایرکت تصویری به زنگ میزنم، سوراخ خونتو بهم نشون میدی، یه جق میزنم 500 هزار تا رو میرزم به حسابت. خوبه؟ ببین برو زندگی کن هستن. اوکی؟ نه برای دایرکت لایف چت لایف سیکس چه هم میگیرم چون من یه سرینتیپیتی هم 40 هزار دلار. من 500 هزار دلار بهت میدم تو حسابت که بیام تو تصویری با جغ بزنم برات. بابا ول کن جانب عادت بابا دیدی ای خودت تو مایه رو بریز ان شاء الله بعدا فکرشو میکنیم. تو مایه رو بریز. نه دیگه الان فکرشو کنترل. الان 40 هزار نفر تو لایون اینو به من بگو. 40 هزار تو همه قیمتا رو اینجوری میبری بالا؟ 4200 نفر. الان 40 هزار نفر تو لایون. جلو این 40 هزار نفر لطفا به من بگو اگه اوکی که من الان به حسابت بریزم. آقا تو هر چی میگی اوکیه جان بهادر. تو اصلا سندیان و شهر یاسو تو بیا حسابو همه چی قبوله. آقا الان اوکی قبوله. آره اوکیه. اوکی پس من الان لایف تموم شد میام دایرکت کونتو سوراخ کونتو بهم نشون بده، من یه جق بزنم برات 500 هزار دلار میریزم. بعد زمانی هم که اومدم ترکیه اون موقع که من 500 هزار لیر خواستم که میکرد بودن 70-80 هزار دلار. تو الان 500 هزار دلار میخوای به من بدی؟ من عشق کردم دلار بدم، مشکلی داری؟ بعد دلار حرف آخرتو بزن 20 ثانیه مونده هست. من اگه میدونستم انقدر ارزش داره 40 سال نگردش نمیداشتم. داره بچه های عزیز مرسی که اومدین لایف 10 ثانیه مونده. بهادر جون آی لاو یو. مرسی که اومدین عزیز دبی. بچه ها مرسی که